سرخط مهمترین ها. کرونا آمد، تمام مردم مجبور به ماسک پوشیدن بودند. چی مشکل ایجاد کرد؟ اگر امر دینی هم شو یک چیزی باشه باز مشکل. کمیته ها تشکیل شده، به احتمال زیاد تا روزهای بعد جزئیات فعالیت های بعدی این شورا با شما شریک ساخته خواهد شد. وقت بر شما بخیر. بیننده مهمترین ها، در این ساعت خبری از یک با من ادریس فاروقی هستید. وزارت امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی در یک اقدام تازه به تلویزیون های خصوصی کشور دستور داده تا پس از این مجریان زن در هنگام اجرای برنامه باید رویشان را بپوشانند. نمایندگان این وزارت هنگام اعلام این دستور آن را حکم قطعی و غیر قابل بحث خواندند و از مسئولان این رسانه ها خواستند تا گردانندگان زن این موضوع را جدی بگیرند. این فرمان تازه امارت اسلامی با واکنش های گسترده نیز به همراه شده است. سهیلا یوسفی گزارش می دهد. کار نیست که خودم تهدید دوره بنامه. شما آگاهی دارین چند قبل یا چند قبل یا چند ماه یک سال قبل کرونا آمد، تمام مردم مجبور به ماسک پوشیدن بودند. چی مشکل ایجاد کرد؟ اگر امر دینی هم شو یک چیزی باشه باز چی مشکل؟ امروز آخر هفته هست، پنجشنبه. ما نباید از آنچه که طالبان میگن به حد زده شیم، به دلیل که فکر زن ستیزی از اینا بر همه مبرهن است. اما فکر میکنم که طالبان باید در مورد برخوردشان و نحوه برخوردشان با زنهای افغانستان تجدید نظر کنه. هر ورځ چې راپاتی ګویو فرمان د خزی پکړه باندې ورکړ شوی دی چې دا فرمانونه زموږ تاسو په ګټه نه دي. میرمنو ته موږ تاسو باید اجازه ورکړو چې تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، وشي کړی په اداره کې کار وکړي. او دا رقم فرمانونه صرف دې ته متوجه کوي چې یوه میرمنه کوشش وکړي چې په کور کښېني او د سنې نه لرې شي. دا او دې ته ورته نورې اعلامیې چې دوی وار تر بله صادروي، دا په کلي توګه دی. این در حال است که اخیراً امارت اسلامی با وضع محدودیت‌های بیشتر بر زنان عرصه را به یک طیف بزرگ از اجتماع تنگتر کرده است. سهیلا یوسفی، تلویزیونی یک، کابل. شما را سیاستگران افغانستان و چهره های جهادی در نشست در ترکیه در مورد وضعیت افغانستان رایزنی کردند. آنان در اعلامیه مشترک روی ایجاد شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان توافق کرده و از امارت اسلامی خواستند تا چالش های افغانستان را از راه گفتگو حل کنند. همزمان امارت اسلامی هم میگوید که راه گفتگو با تمام طرف ها باز است. اسدالله حکیمی با جزئیات بیشتر.
کمیته ها تشکیل شده، به احتمال زیاد تا روزهای بعد جزئیات فعالیت های بعدی این شورا با شما شریک ساخته خواهد شد و همچنان دقیقاً کمیته ها مسئولیت پیشبرد فعالیت های خود را در بخش های مختلف دارن. به احتمال زیاد این نشست ادامه پیدا کنه و یکی از کشورهای دیگر شاهد میزبانی نشست بعدی خواهد بود. اگر به کمک بکنه به صلح و ثبات افغانستان مشکلی نداره، ولی چقدر که ما آگاهی داریم اگر تلاش بورزن که مخالفت ایجاد کنن به کارهای نظامی متواصل شون، بدون شک مردم افغانستان باز برشان اجازه نمید. این حرکت که در انقره شده تمام امو چهره هایی است که 20 سال در حکومت بودن و ملت افغانستان هم هیچی طور یک دستاورد اینا نداشتن که از اونا پشتیبانی کنن. از امارت اسلامی خواهش مایی است که اینا برای افغان هایی که اول در افغانستان هستن تن به تن امرای زینا صحبت کنن، بعد از او برن امرای کسایی که خارج از افغانستان هستن. اونایی که جفا کردن در حق ملت افغانستان، اونا نه قابل گپ زدن هستن و نه در آینده سیاسی افغانستان بسیار جایگاه خواهد داشتن. نشست ترکیه یکی از نشست هایی است که میتونه در راستای چگونگی ایجاد فضای وحدت در بین افغان ها مؤثر واقع شود. نهاد حقوق بشر و عدالت لنتوس به سه زن افغان، فوزی امینی، رویا محبوبا، خالده پوپلزای مدال حقوق بشر سال 2021 را اهدا کرد. این بانوان از جامعه جهانی خواستند تا بر امارت اسلامی در بازگشایی مکتب‌های دخترانه و حق کار فشار بیشتر وارد کند. سهیلا یوسفی. As an individual, I always believe that everyone has a home. No matter where they are, if they are an artist or a footballer or someone who cooks, we all have a power as an individual. How can we use our power as a collective, come together? هر جایزه ای که
یک زن افغانستان در گوشه گوشه این دنیا به دست میاره به خاطر پشت کار، به خاطر تواناییش، به خاطر اینکه تانسته در واقع در رقابت های جهانی موفق باشه، این جایزه در واقع میتونه نشانه باشه که زنان افغانستان زنان خستگی ناپذیر هستند. زنان افغانستان شایسته دریافت یک چنین جوایز هستند. برگزاری یک چنین برنامه ها و دریافت جوایز توسط بانوان افغانستان قطعا در چنین شرایط میتونه تاثیر مثبت و روحیه دهنده باشه. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه جدید پاکستان در مورد افغانستان دیدار گفتگو کردند. وزارت خارجه آمریکا میگوید در این دیدار دو طرف بر اهمیت صلح منطقه‌ای، مبارزه با هراس افغانی و ثبات در افغانستان تاکید کردند. آگاهان سیاسی اما به این باورند برای حل مشکلات افغانستان کشورها باید به گونه مستقیم با حکومت سرپرست افغانستان گفتگو کنند. اسدالله حکیمی. دیدار وزیر خارجه آمریکا و پاکستان. اینجا در حاشیه نشست در مورد امنیت غذایی جهانی در نیویورک، آنتونی بلینکن و زرداری وزیران خارجه آمریکا و پاکستان با هم دیدار می‌کنند. مبارزه با هراس افغانی و ثبات در افغانستان محور این دیدار است. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید دو طرف در این دیدار بر تمایل مشترک برای روابط دوجانبه قوی و خوب میان دو کشور تاکید کردند. آنان بر اهمیت همکاری آمریکا، پاکستان در زمینه صلح منطقه‌ای، مبارزه با هراس افغانی، ثبات در افغانستان، پشتیبانی از اوکراین و اصول دموکراتیک تاکید کردند. ظاهراً تهدیدهای امنیتی نگرانی شماری از کشورهای منطقه و همچنان آمریکا را در پی داشته است. همزمان برخی آگاهان به این باورند که برای حل مشکلات امنیتی در افغانستان، کشورها باید با حکومت افغانستان گفتگو کنند. دید و بازدید وزرای خارجه پاکستان و ایالات متحده آمریکا در خارج از افغانستان مشکلات کشور ما را نمیتواند رفع بسازند. بنان خوبتر خواهد بود که اینا درست بندشن و با اراکین امارت اسلامی افغانستان از نزدیک دید و بازدید داشته باشند تا باشد وضعیت فعلی افغانستان خوبتر و بهتر گردد. امارت اسلامی اما پیوسته تاکید کرده که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کشورهای منطقه و جهان نخواهد بود. این نخستین سفر رسمی وزیر خارجه جدید پاکستان به آمریکا و دیدارش با همتای آمریکایی‌اش است. پیش از این هم این دو دیپلمات ارشد آمریکا و پاکستان در مورد افغانستان گفتگوی تلفنی کردند. سخنگوی امارت اسلامی از آغاز دوباره کار کمیسیون تخلفات رسانه‌ای برای رسیدگی به چالش‌های خبرنگاران در افغانستان خبر می‌دهد. ذبیح‌الله مجاهد می‌گوید که قرار است تا چند روز آینده کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز در تمامی ولایت‌های کشور به فعالیتش آغاز کند. نوید صمدی گزارش می‌دهد. برای گرامی داشت از روز جهانی مطبوعات اینجا در وزارت اطلاعات و فرهنگ گرد هم آمدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی نیز در این برنامه اشتراک کرده و از آغاز کار کمیسیون تخلفات رسانه‌ای در کشور خبر می‌دهد. امروز یک اعلان بسیار بهتر و خوبی را برای رسانه‌ها داریم که خواهش رسانه‌ها بوده و همیشه که با ما مسئولین رسانه‌ای ششتن مجلس کردیم سر از او تاکید صورت گرفته. این است که احیای کمیسیون بررسی تخطی‌ها ما مجدمتون و اعلان می‌کنم که این کمیسیون پس فعال شده، الحمدلله به انقریب کار خود را آغاز میکنه. آقای مجاهد همچنان میگوید که امارت اسلامی متعهد به حمایت از رسانه ها در چارچوب شریعت اسلامی است. ما در خدمت رسانه ها هستیم و همکار با رسانه ها هستیم و در هر جایی که مشکلات موجود داره تلاش میکنیم که رسیدگی صورت بگیره. همزمان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید پس از روی کار آمدن امارت اسلامی 200 رسانه صوتی، چاپی و تصویری در کشور فعالیت دارند و نزدیک به 200 رسانه فعالیت هایشان را متوقف کردند. 190 رسانه چې موږ ورسره تماس نیول شوې سروي مشوي د تیر رسوم میاشت رئیسی دا الحمدلله په ټول افغانستان کې فعالیت کوي صوتی او تصویری 190 رسانه صرف په تیرو نه میاشتو کې یوازې لس تصویری او صوتی رسنیو موږ سره تماس نیولی پیشنهاد کړی چې موږ خپله رسنۍ لغوه کوو.
امارات اسلامی در حال از ایجاد کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌ای خبر می‌دهد که پس از به قدرت رسیدن امارات اسلامی فعالیت ده‌ها رسانه به دلیل وضع محدودیت و چالش‌های اقتصادی متوقف شده است. سفیر ژاپن در کابل میگوید کشورش در نظر دارد تا سفارت خود را در کابل بازگشایی کند. او در دیدار با مسئولان وزارت داخله گفته که ژاپن دو ماه تنخواه آموزگاران افغانستان را نیز پرداخت خواهد کرد. ژاپن ډیر مهم هوا ده دلته په افغانستان کې د تیر شل کلو کې ژاپن ډیر پروژې درلودې چې هغه په کار پیل کړې وې ځینې نیمه پاتې دي تکمیل شوې نه دي اسلامي امارت ژمنه وکړه دوی ته به زمینه فراهمه یې امنیت پې نیسي او دوی هم ژمنه وکړه چې هغه نیمګړې پروژې به تکمیلي ژاپن او نور ټول هیوادونو سره موږ د ډیرو ښو اړیکو غوښتونکي یو در رابط یک تعامل سیاسی وارد مذاکره با طالبان شود، اما مهمی است که طالبان چقدر بتوانند که در رابطه با تغییر عملکرد خودان پیرامون وضعیت جاری در افغانستان کمک بکنند. ابراز نظر یک مقام مسئول وزارت خارجه ژاپن مبنی بر این که دفترشان را در کابل بازگشایی می کنند میتواند از جانب حاکمیت سرپرست بدون میعاد و معیار طالبانی مثبت ارزیابی شود و به این گپ دلخوش باشند، اما به هیچ مفهوم معنای به رسمیت شناخته ندارد. تاجیکستان عملیات ضد هراس افغانی در مناطق هممرز با افغانستان را آغاز کرده است. وزارت داخلی تاجیکستان همچنان گفته در این عملیات که در ولایت بدخشان تاجیکستان را اندازی شده 8 تن کشته شدند. امارت اسلامی اما تا کنون در این مورد چیز نگفته است. تنش‌های اخیری که در تاجیکستان شده ای بین حکومت تاجیکستان و مخالفین حکومت خود تاجیکستان شده در مناطق سرحدی بین چین و افغانستان تاجیکستان. این چندان مربوط ما نمیشه، امکان داره که اینا صلاح خود از افغانستان پیدا کرده باشن، اما کسانی که در مقابل حکومت تاجیکستان در اینجا جنگ کرده خودشان تبعی تاجیکستان هستن، اونا با حکومت خود مخالفت ها دارن. تاجیکستان کشوری است که همیشه با افغانستان رابطه نیک داشته و من فکر نکنم که طالبا این کار بکنن و یا این اجازه را بدن که از خاک خودشان بالای تاجیکستان فیره یا حمله صورت بگیره، ولی تعدادی از گروه های هستن که اونا عمدن قصدن میخواه رابطه دو کشور تیره بسازن. این تحرکی که در مرز تاجیکستان انجام شد الحمدلله ناکام شد، جلوش گرفته شد، ولی یک تشویش سطیره به میان آورد که ما بازم وضعیت را تحت کنترل داریم. به طرف تاجیکستان اطمینان داده شد که از تکرار همچو کارها جلوگیری میکنیم.
وزارت معادن و پترولیم ده معدن کرومت را در سه ولایت کشور به داوطلبی گذاشت. وزیر معادن و پترولیم میگوید که با داوطلبی گذاشتن معادن میخواهند تا عواید داخلی کشور را بلند ببرند. این وزارت همچنان گفته که با تطبیق این پروژه ها زمینه های اشتغال زایی نیز به شهروندان کشور فراهم خواهد شد. در این مورد هم نوید صمدی. اینجا در وزارت معادن و پترولیم 200 شرکت برای اخذ و برنده شدن قرارداد کرومیت از ولایت‌های لوگر، قندهار و زابل جمع شدند. وزارت معادن و پترولیم 10 معدن کرومیت را در 3 ولایت کشور به داوطلبی گذاشته است تا آن را به قرارداد بسپارد. بودی طول شرکتونا 214 شرکتو 214 شرکتو په دې لاس معدنو کې کاغذات جمع کړي. لاس معدن دي غالبا چې 15 په لوګر کې دي، 15 په نورو ولایتو کې دي. آقای دلاور بر شفافیت پروسه داوطلبی تاکید دارد و میگوید که به هیچ کس اجازه هم نخواهد داد تا در استخراج معدن خلاف ورزی کند. همدار رقم بودی که تاوسی کم داوطلبی کیگی یا دیدی کارونه با تاش ارچاو گاتو دیدی کارونه با وزارت ترازیشی ایت چاتر اشپات بار نکهی ایت سوای استاو نکهی پا تو بجوز دل ترازم که وقت ندر پیدا کیگی دل تدریه گی تدریه جی پریدی زشل موتر کت سماتو آردین ما کار سن زد خپلم خیز دوم خپلم تب که نام راتو آسی کار دا نو آیستی تزورت تا او نو پیسی تزورت تا ایت شی تزورت نستا. همزمان شرکت هایی که قرارداد این معدن را به دست آوردند میگویند که با آغاز این پروژه ها زمینه های خوب اشتغال زایی به شهروندان نیز فراهم خواهد شد. او ان شاء الله ایده په خطر به په افغانستان کې او خاص په لوګر کې نو د خلکو لپاره به د کار زمینه مساعده سي، انجینرانو ته، مټروانانو ته، مزدورانو ته او د وطن په عواید کې به سره اضافه سي. او ان شاء الله موږ خپل کوشش کوو چې دا سمره پروسه د کرومایټ د شفافیت سره او په ډیر مهارت سره وکړو. پروسه ډیره شفافه پروسه وه او بیخی هغه په نارمل حالات کې مخې ته ولاړه، د میډیا په مخ کې، د خلکو په مخ کې او د ټولو شرکتونو اچا چې څوک چې ګډونوالو دا غوښتر مخه پروسه مخ ته لاړه او په شپږ زره نه باندې زبرنده شو. دا شپه په برنامه کې مترو سه اشتراک نه وکړي، خو دا ډیره شپه برنامه او مخ کې د پروپوزل دغه پروپوزل بیس دغه اوس شپه په توګه په صندوقخان کې هدي خپل استلام اچي ډیر په شپه په توګه پروسه مخ ته ځي. با این همه در جریان این داوطلبی شماری از بلند بودن نرخ قرارداد ناراضی به نظر می رسند و می گویند که با آنان در آغاز یک نرخ ولی بعدن دو برابر آن در داوطلبی اعلان شده است. 8000 بود. حالا میگه از 20. چه چیزی؟ حال چند نگاه. ما ندیل کلی. ما ندیل. ما ندیل. بلاک پی. آبی از راه دخوت اولی که بیای بلاک. خب چند گفته بودن؟ 8000 گفته بود. حالا میگه اول سر که 8000 بیرون تا این کاره یوسی اولی لذت چلی روزار و نکم نمایان. نه ولی. وزارت معادن و پترولیم همچنان تأکید دارد که با هر شرکت قراردادی 3 هیئت از امارت اسلامی برای نظارت نیز کار خواهند کرد تا پروژه به گونه اساسی آن به پیش برود. بیننده ادامه مهمترین های این ساعت خبری از یک از صدا هم در مهمترین های از جهان. سفارت ایالات متحده در شهر کیف پایتخت اوکراین که به دلیل تهاجم نظامی روسیه بر آن کشور در کم و بیش 3 ماه گذشته مسدود شده بود دوباره بازگشایی شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با نشر بیانیه گفته که مردم اوکراین با استفاده از کمک‌های امنیتی ما از وطنشان در مقابل تهاجم غیر اخلاقی روسیه دفاع کردند و در نتیجه آن پرچم آمریکا یک بار دیگر بر فراز سفارت برافراشته شد. بلینکن افزوده که در مقابل جنگ ظالمانه کرملین، امریکا با افتخار در کنار مردم و حکومت اوکراین می ایستد و به پشتیبانیش ادامه می دهد. سویدن و فنلند به طور رسمی درخواست عضویت در پیمان ناتو را ارائه دادند. اما ترکیه روند بررسی درخواست عضویت این دو کشور را مسدود کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سویدن و فنلند را متهم کرده که در برخورد با سازمان‌های هراس افغانی از جمله حزب کارگران کردستان غفلت می‌کنند. رئیس جمهور ترکیه این دو کشور را متهم به توقف ارسال اسلحه به ترکیه کرده است. مقام‌های آمریکا در نیویورک هم اکنون در حال مذاکره با ترکیه هستند.
آل همچند خبر کوتاه ورزشی. تیم ملی 16 ساله های کشور در آخرین دیدار خود در رقابت های قهرمانی مرکز آسیا با نتیجه 1-0 به 16 ساله های ایران باخت. افغانستان با انجام 4 بازی 2 تساوی و 2 شکست با کسب 2 امتیاز از صعود به دور بعد در این رقابت ها باز ماند. در ادامه رقابت‌های کرکت جام افغانستان سرسبز، دو تیم پامیر لجنز و هندوکش استرایکرز به مساف هم رفتند که تیم هندوکش توانست تیم پامیر لجنز را شکست دهد و راهی بازی نهایی این رقابت‌ها شود. در این دیدار ابتدا تیم هندوکش استرایکرز توانست در بخش توپزنی در 50 اوور و باز دست دادن 6 بازیکن 298 دوش را برای پامیر لجنز هدف قرار دهد. اما هدف داده شده را تیم پامیر نتوانست انجام دهد و بازی را به این تیم واگذار کرد. در بازی نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا هم دو تیم رنجرز اسکاتلند و فرانکفورت آلمان شب گذشته به رقابت پرداختند. فرانکفورت توانست رنجرز را شکست دهد. دو تیم در 120 دقیقه با نتیجه 1-1 تساوی رضایت دادند. فرانکفورت توانست در ضربه‌های پنالتی با نتیجه 5-4 رنجرز را شکست دهد و بعد از 42 سال به نخستین جام اروپایی خود دست یابد. آل هم از وضعیت آب و هوای فردای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان و همچنان نرخ ارزها در بازار امروز کابل بدانید. ممنون که تا حالا بیننده مهمترین های این ساعت خبری از یک بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.